مهمون برنامه امشب ما محقق جوان شیروانشاه علمشایف هستند که اخیراً یک لغت نو زبان شغنانی، تاجیکی، روسی و انگلیسی را تهیه کردند. با برنامه ما خوش آمدید و لطفاً می گفتید که چی عامل وادار کرد که شما به تهیه این لغت اقدام کنید؟ وقتی که من دانشجو بودم در دانشگاه دولتی خوروغ میخوندم، در کورس یک بودم، همین لغت را آغاز کردم و مقصد من اون بود که برای چی مثلا ما لغت های گوناگون داریم. مثلا حاضر اگر برای چی، خیلی که شما میدونید که تاجیکستان بسیار زبان ها دارد و برای بهتر نمودن مثلا زبان ادبی ما لغت شغنانی تاجیکی نداریم، لغت های اشکاشمی مثلا تاجیکی نداریم و دیگر لغت ها نداریم. برای من اقدام این یک چیز بود که من خودم اقدام گرفتم و میخواستم که ما از امین کار کنم. نشر این لغتنامه در 3 جلد با کمک مالی سازمان انجام شد یا از سوی اکادمی علم ها، و تیراژش چند است؟ اوزر یک مشکلات شده است که گرانت هایی که خارجی ها میتیند اونها متاسفانه به خود متخصصان و دیگر آدمایی که به من کاردار به واسطه کاردار هستند نمیرسند، اونها به طرف های دیگر میروند. لیکن من یک چند بار گرانت های بسیار نوشته بودم، حتی مراجعت ها هم بود، وعده ها هم بود، لیکن متاسفانه یگان کس این را دستگیری نکرد و من تصمیم گرفتم که اون را به مبلغ شخصی خود به چاپ رسانم و اینجوری دیگر اکادمی علمی جمهوری تاجیکستان این را به نشر خواهد رساند. در آینده مقدار تیراژ عموما 500 اگزمپلار است هر سه و مبلغ صرف شده زیاده از 30,000 سومان. این لغتی که شما تهیه کردید ترکیبش از چند کلمه عبارت است؟ خود کتاب از 30,000 انیق کمپیوتر لینگویستیکا میگن، یعنی زبان شناسی کمپیوتری، انیق میدونم که 30,000 کلمه هست. از آنها 4,450 فرازلگیزم ها هستند، از آنها مثلا 247 ضرب المثل و مقال هست. پوشیده نیست که در بدخشان مردم با چند زبان حرف میزنند، از جمله زبانهای محلی که همه شامل یک گروهی زبانها میباشند. ولی چرا شما محض زبان شغنانی را انتخاب کردید برای تهیه لغت؟ عموما اگر به خود زبانهای پامیری نگریم میبینیم که زبان شغنانی نسبتاً خوبتر است، برای اینکه در خوروغ، در روشقلا، در شغنان و در دیگر جاها با من زبان معاشرت میکنند، در مرکز با اون معاشرت میکنند. لیکن اول اون بود که این زبان مادری خود من بود، من این زبان رو خوب میدانستم و چیز یکم بود. لیکن من فکر میکنم که باید همه زبان ها، مثلا زبان اشکاشمی که در افغانستان با اون 40 قشلاق گپ میزد و با معلومات آخری که با اکادمی ملی جمهوری تاجیکستان آمده بود، در آنجا در یک قشلاق 2-3 کس به زبان اشکاشمی گپ میزنند و در خود زبان اشکاشمی بسیار چیزهای تاریخی هست. مثلا کلمه هایی که ما حاضر مقایسه میکنیم ممکن خود اورمزد او رمزد با من زبان گپ میزد. این یکی از دیالکت های ایرانی بود که ما در قسمان در بلخ با اون گفتگو میکردن و سپس حاضر فقط در بدخشان مونده است. شما گفته میتونید که با زبان شغنانی حالا در بدخشان تاجیکستان و بدخشان افغانستان چی تعداد از ساکنان گفتگو میکنند؟ با من سوال جواب انیق طلب میکند، لیکن جواب انیق داده نمیتوانم من. لیکن تقریبا میدونم که قریب 150,000 در شغنان افغانستان و در طرف تاجیکستان با من زبان صحبت میکنند. اهمیت تهیه این لغت با 4 زبان در چی است و چگونه میتواند در رشد انسانی ساکنان بدخشان هم تاجیکستان و هم افغانستان کمک کند؟
اینها یک فرهنگ مشترک انسانیت می باشد، هم از نقطه نظر فرهنگ، هم از نقطه نظر تفکر، هم از نقطه نظر مثلا زبانشناسی تفکری. اهمیت آن برای ما چه است؟ اهمیت اولین درجه آن این است که ما زبان را از محوشوی یا گم شدن امین می داریم. دویم، زبان خط پیدا می کند. سیوم، عموما مثلا بسیار محققان در برای زبانهای این دوروپایی تحقیقات بردستند، لیکن در بعض تحقیقات آنها، مثلا من خودم گرچنده که زبان نمیسی و انگلیسی را آزادانه می دانم، بعضی کارها را می خونم، می بینم که بعضی نورسایی زیاده هست. تشکر برای صحبت و با تشکر از شیروانشاه علمشایف برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم و تا